روز پنجشنبه 21 تیر ماه برابر با 11 ماه ژوئیه یا جولای در خدمت شما بینندگان گرامی برنامه بازشناسی باورها هستیم. خب دو هفته ای مسائل سیاسی که روزهای پنجشنبه مطرح می کردیم اختصاص داشت به مسائل انتخابات در ایران و ما سعی کردیم به مدت دو برنامه پیرامون مسائل انتخابات یا رأی‌گیری در جمهوری اسلامی سخن بگیم. خب این پرانتز رو میبندیم، وارد فضای دیگری میشیم که پیشترها در 8 جلسه یا 8 برنامه اون رو تشریح کردیم. بان این که رفتارها و سیاستگذاریهای جمهوری اسلامی جدای از ایدئولوژیش نیست و این ایدئولوژی چگونه شکل گرفته، بر چه پایه ای استواره و چطور میشود با شناخت اون ایدئولوژی سیاستگذاری های جمهوری اسلامی رو فهم کرد. تصمیم داشتیم یکی دو برنامه رو هم اختصاص بدیم به مسائل موردی که ببینیم آیا این رفتار جمهوری اسلامی که تاوان بسیار زیادی برای مردم ایران داره و اسباب نزاع شده میان جمهوری اسلامی و جهان مدرن، آیا ریشه های ایدئولوژیک داره یا اینکه صرفاً از ذهن و تفکر و عقاید عده روحانی بیرون آمده. امروز این بحث رو پی میگیریم تا به شکل مصداقی وارد مسائلی بشویم که شاید فهم ایدئولوژی که اون هم برای ما کمک کننده باشه. یکی از اونها مسئله تروریسم، یعنی آنچه که شما امروز میبینید دولت‌های غربی قصد دارن یکی از پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار. در گذشته هم اقدامات تروریستی رژیم در دادگاه‌های کشورهای اروپایی، همینطور در آرژانتین و جاهای دیگر هم نشان داد که تا چه اندازه رد پای سیاستمداران رد بالای رژیم در این تروریسم وجود دارد. اینکه جمهوری اسلامی صادر کننده تروریسم جهانه در اون شکی نیست یا حداقل میتوان اون رو در رده‌های بالای این جدول دانست. اما این نگاه چگونه ایجاد شده؟ آیا مسئله تروریسم که یکی از مشکلات عمده رژیم جمهوری اسلامی با جهان غربه از دل نظام جمهوری اسلامی بیرون آمده یا در گذشته هم سابقه داره؟ اگر احمد کسروی ها کشته شدند در حالی که هنوز جمهوری اسلامی بر سر کار نیست، آن فداییان اسلام این ایده را از کجا به وام میگیرند؟ چطور به خودشون اجازه میدن که افرادی رو در قالب اندیشمند نویسنده ترور بکنن؟ بعدها با برآمدن جمهوری اسلامی شما میزان این ترورها رو دیدید. خوانندگان، نویسندگان، هنرمندان، بسیاری از افرادی که در درون فضای فکری و رسانه‌ای فعالیت میکردن از تروریسم جمهوری اسلامی در امان نماندن. برای فهم این مسئله ما نیازمند طرح مبانی هستیم که میتونه به ما کمک. اخیراً هم من دیدم اطلاعاتی بیرون آمد مبنی بر این که یکی از معاونان وزارت اطلاعات به همراه سفارت و گروه‌ها و کارتل‌های قاچاقچیان مواد مخدر یا دیگر گروه‌های تبهکاری برنامه‌ریزی می‌کنند برای کارهای تروریستی. خب عجیبه که نشود اینها رو مورد بازشناسی قرار داد. هنوز هستن عده‌ای که میاندیشن تروریسم حاصل یک نوع تفکر خاصی است برآمده از جمهوری اسلامی و ما قصدمون اینه که نشان بدیم اینطور این گونه نیست. تروریست در درون این عقیده و باور وجود داره و طبیعی رژیم ها هم اون رو به کار بگیرن. قبل از ورود به بحث به یکی از قربانیان تروریست در جمهوری اسلامی خواهیم برد.
کسی که خودش جزء ماموران اطلاعاتی امنیتی بوده، قطعا نقشی در سرکوب و ترورها داشته، اما خودش هم قربانی همین مسئله است. با آن کسی نیست جز سعید حجاریان از نیروهایی که بعدا خب جز اصلاح طلبان شد به عنوان تئوریسین اونها مد نظر بود و خب توسط برخی از گروه های دیگر ترور شد، البته زنده ماند. سعید حجاریان با پایگاه خبری انتخاب در تاریخ 29 مهر 1392 یک مصاحبه ای بود. این در واقع پیشگفتاری است برای ورود به بحث اصلی. مصاحبه کننده از او این سوال رو میپرسه: این خشونت ها توجیه ایدئولوژیک داشت؟ یعنی ترور شما آیا از طریق ایدئولوژی توجیه شده بود؟ ایشون پاسخ میده: این موضوع از زمانی شروع شد که آقای میم یه، احتمالا منظورش مصباح یزدی، محمد تقی مصباح یزدی، گفتند که من میخواهم یک حرفی را بگویم اما نمیگویم، چون اگر بگویم میگویند تروریست هستم. اما آیه و اعد لهم، بعد ادامه میدم، ما استطعتم من قوه، که آیه 60 سوره انفال و آرم سپاه پاسداران هم هست. اما آیه و اعد لهم را خواند و گفت: این ترهبونه میدانید یعنی چه؟ یعنی ترور. ما این را نقد کردیم و به ایشان گفتیم: شما چه اسلام شناسی هستید که قرآن را اشتباه ترجمه می کنید؟ ترهبونه در عربی جدید به معنای ترور است، اما در عربی قدیم که مبنای ترجمه و تفسیر قرآن است به معنای ترس است. در عربی قدیم کلمات دیگری معنی ترور می دهند. شما چرا ترور را به قرآن نسبت می دهید؟ خب ببینیم حرف مصباح یزدی درسته یا سعید حجاریان، و اینکه اساساً چه کلماتی در درون این بحث ترور می‌گنجد. اول من یک تعریفی از ترور بدهم، شاید برای بینندگان ما مسئله مهمه که ما وقتی صحبت از ترور می‌کنیم به چه نظر داریم. در واقع ترور ایجاد رعب و وحشت و ترس و هراس سیستماتیک برای رسیدن به یک هدف و مقصودی است و در نتیجه مردم، گروه ها، احزاب، سازمان ها و دولت ها رو هدف قرار میده. پس چند ویژگی در این تعریف وجود داره. اولین اینه که ایجاد رعب و وحشت. دومین ویژگی سیستماتیک بودنه، سازمانی بودنه. یعنی اگر من سلیمانی اسلحه به دستم بگیرم و به خیابان برم و مردم رو بکشم، نمیگن ترور انجام داده. قتل انجام داده اما ترور نیست، چون به شکل سیستماتیک نیست. اما اگر مشخص بشه من عضو گروه خاصی هستم یا هدف خاصی داشتم که میخوام پیامی رو منتقل بکنم، اون وقت اگر این سیستماتیک و سازمانی باشه، تعریف ترور برای او مصداق پیدا می‌کنه. اگر من چاقویی به دستم بگیرم یا افراد رو بکشم، این قتل اما ترور نیست. سومین ویژگی این که برای یک هدفی است. یعنی من قصد دارم از کشتن مردم یا سازمان‌ها یا گروه‌ها یا تخریب اماکن و اموال یک هدفی رو داشته باشم، یک پیامی رو منتقل بکنم. مثلا سینماها رو آتش می‌زنم. برای چه؟ خب در گذشته خیلی بود. زمانی که قبل از سال 57 بود، این گروه های انقلابی تون رو بانک ها رو آتش می زدن. برای چه بانک ها رو آتش می زدن؟ به خاطر اینکه احساس میکنن این بانک ها محلی هستند برای ثروتمندان، محلی هستند برای رباخاری و عوایدی برای مستضعفان نداره، بنابراین باید اونها رو آتش زد. اگر سینما ها رو آتش می زنیم، برای اینه که اینها نماد تهاجم فرهنگی هستند، میخوان فرهنگ ما رو از بین ببرن، بنابراین فیلم هایی که در اونجا تولید میشه مناسب نیست، در نتیجه سینما ها رو آتش بزن.
یا پلها رو خراب بکنه. همین ها برای ارسال یک هدفی است. یعنی بعضی از گروه های تروریستی سعیشون اینه که اماکنی رو آتش بزنن که طبق اون عقایدشون و باورهاشون مناسب نیست و میخوان یه پیامی رو منتقل بکنن به دولت ها، به سازمان ها، به احزاب که شما حق ندارید این اماکن رو ایجاد بکنید. حمله به برج های تجارت جهانی در همین راستاست که نمادی است از یک امریکای سرمایه‌داری، یک امریکای مدرن. بنابراین شما نمیرید یک ساختمان نامناسبی که به موضوع پیام شما و هدف شما مرتبط نیست آسیب بزنید، چون پیام منتقل نمیشه. برای همینه که گروه های اسلامگرا در طول تاریخ همیشه سعی کردن به اماکنی لطمه وارد بکنن یا به افرادی لطمه وارد بکنن که اونها رو دشمنان عقیدتی خودشون میدونستن، گروه های معارض خودشون میدونستن، اماکنی میدونستن که حضور اون اماکن مناسب نیست. بنابراین نویسندگان، هنرمندان، گروه های دیگری که در اون فضا بودن مورد تعرض اونها قرار میگرفت. اما نکته اساسی این است که وقتی صحبت از ترور میشه و آیه حجاریان اینجا اشاره میکنه که ترهبونه در آیه 60 سوره انفال که آقای مصباح یزدی خوانده ترور نیست، دوچار چند مسئله خطاست. به چه معنا؟ ترور یک عنوان عامه، یعنی زمانی که شما در درون یک فعل یا یک حرکت سازمانی و تشکیلاتی میخواید رعب و وحشت ایجاد بکنید، الزاماً این رعب و وحشت نیاز به مرگ افراد نداره. یعنی ممکنه من سینمای خالی رو آتش بزنم، یک دانشگاه خالی رو بمبگذاری بکنم، یعنی بگم اگر همین دانشگاه ها ادامه کار بدن در نوبت بعد با دانشجویان اون رو از بین خواهم برد، یا سینماها رو زمانی که مردم در داخل سینما هستن آتش خواهم زد، یا بانک ها. پس بنابراین برای ایجاد ترور الزاماً کشتن افراد مهم نیست، همین که رعب و وحشت ایجاد بشه ترور محقق شده. کشتن افراد در این راستاست که اون جنبه وحشت برجسته تر میشه. یعنی وقتی شما بدانید که در ملأ عام در روز روشن با حضور کارمندان بانک رو آتش زدن و عده‌ای سوختن و فوت کردن، دیگه سر کارتون نمیرید، دیگه به اون بانک مراجعه نمی. اما اگه بدون شبا میان این کار رو میکنن، ممکنه بگید خب اینا شبا میان ما روزها میریم. پس برای انتقال پیام اگر تروریست ها بدانند کشتن افراد میتونه اون پیام رو، اون ترس رو، اون هراس رو به شکل جدیتری منتقل بکنه، اون کار رو انجام ده. پس ترور به مطلق ایجاد رعب و وحشته. برای همینه که در آیه 60 سوره انفال از ارهاب استفاده شده به معنای ایجاد ترس و واهمه جدی. و شما امروز اگر شبکه‌های عربی رو نگاه بکنید، زمانی که یک حمله تروریستی رخ میده بنویسن بحث ارهاب و ارهابیون رو. پس کلمه ای که در قرآن به کار رفته کاملا معنی ترس رو میده و ترور هم به معنای ترسه. ترجمه تحت لفظی ترور هم ترس واهمه است. اما در تفکر دینی و اسلامی به غیر از ارهاب ما کلمات دیگری رو هم داریم که مترادف با اینه، که جنبه های خاصی دارن که من عرض خواهم کرد که بتونه به ما کمک بکنه وقتی این کلمات رو به کار میبرند بفهمیم که معنا و مصداقش در کجاهاست که ما رو به خطا نبره. یکی از اونها رعب، رعب و وحشت. کلمه آشنایی است، النصر به رعب، این هم به معنای وحشت. و نکته جالب این که کلمه رعب در روایت های اسلامی یکی از اختصاصات پیامبر اسلام، یعنی ایشون افتخار میکنه از اینکه مردم از او در ترسن، در وحشتن. بذارید دو سه روایت رو بخونیم. اولین روایت روایتی است که مسلم نیشابوری در کتاب صحیح خودش آورده، جزء کتاب‌های موثق جهان تسنن.
حدیث شماره 3 از کتاب مساجد. رسول خدا فرمود: 5 چیز به من داده شده که به هیچ یک از پیامبران پیش از من داده نشده است. هر پیامبری تنها به سوی قومی خاص برانگیخته می شود و منم به سوی هر سرخ و سیاه. یعنی اونا برای قوم خاصی هست، من برای همه جهان. غنائم برای من حلال شده در حالی که برای هیچ یک از پیامبران پیش از من حلال نبوده است. و بعد ادامه میده: با ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن به فاصله مسیر یک ماه یاری داده شده. و دقیقا میاره نصرتو به رو. حالا مسیر یک ماه یعنی چی؟ در گذشته خب کیلومتر معنی نداشت برای اعراب. مسیری که شطور میتونست طی بکنه معیار بود. مثلا یک شطور در روز میزان راهی که به شکل متعارف میرفت در طول یک ماه شما حساب کنید چند کیلومتر میشه. پیامبر اسلام میگه که این جز اختصاصات منه که مردم، حالا اون کفار، مشرکین، مخالفین، به فاصله یک ماه مسافتی که یک شطور طی میکنه از من در ترس باشه. پس ویژگی این پیامبر که میدیدیم پیامبر رحمت است، طبق همین روایت نشان میده پیامبر رحمت نیست، پیامبر وحشته. صحیح مسلم یکی از متقنترین کتاب های اهل تسنن، حدیث پنجم هم در همین کتاب مساجد مسلم او را آورد. خب آیا افراد اهل سنت این مسئله رو دارن؟ بریم ببینیم شیخ صدوق از علمای بزرگ جهان تشیع در یکی از کتب اربعه، کتاب من لا یحضر الفقیه، چه میگه. حدیث 724: 5 چیز مختص پیامبر است. 1. همه زمین برای او و امتش نمازگاه است. با رعب و وحشت نصرت و یاری شده ام. این اختصاص دوم، نصرتو به رعب. پس میبینید بزرگترین، حداقل یکی از بزرگترین عالمان جهان تشیع همون روایتی رو که صحیح مسلم آورده او هم آورده. پس دوستان نفرمایند که اینها حدیث اهل سنت هست، نه بفهم، این هم از یکی از بزرگترین عالمان جهان تشیع که کتابش از جزء کتب اربعه هست. همین رو هم امام بخاری آورده که جهان تسنن صحیح او رو خواهر قرآن میدونه. در روایت 335 همینطور حدیث 438 که حالا چون عین همین متن دیگه نمیخونم، فقط ارجاع دادم که عزیزان به اون سمت نگاه بیاندازن و ببینن وقتی کلمه رعب به کار میره که به همان تقریبا معنی ترور هست، به معنای وحشته، جز اختصاصات نبی اسلام، جز ویژگی هاییش. خب پس در کنار ارهاب که در آیه قرآن آمده، رعب رو هم داریم که مربوط به پیامبر اسلام. واژه دیگری که به نوعی سعید حجاریان مد نظر داره یعنی مرگ و کشتن، واژه فتک. فتک به معنای غافل کشی است. اما یک استثنایی میان فتک و واژه دیگر به نام اختیال وجود داره که من عرض میکنم. ما یک روایتی داریم از پیامبر اسلام که میگه الاسلامو یا الایمانو قید الفتک، یعنی اسلام یا ایمان غافل کشی رو مقید میکنه. حالا بعضیا این قیدو رو به معنای منع گرفتن که ما حالا بعدا بهش خواهیم پرداخت که اصلا قیدو به معنای منع نیست، به معنای مقید بودن. به چه معناست؟ فتک در واقع زمانی است که شما به یک کافر یا مشرکی پناه میدید، او میاد به خانه شما، اما شما او رو میکشید. در اینجا پیامبر اسلام اشاره میکنه که اگر کافر یا مشرکی رو پناه دادی یا امانت شماست، او رو نباید بکشید. پس اگر امان نداده باشید
در پناه شما نباشه، این قاعده فتحی در موردش مصداق نداره. شما دیدید مثلا در حالا در ایام محرم هم هستیم، این داستان ها خیلی گفته میشه که مسلم بن عقیل در خانه هانی بود، عبیدالله به زیاد آمد، تصمیم بر این بود که وقتی عبیدالله آمد او رو بکشن، غافلگیرانه او رو بکشن. عبیدالله آمد ولی مسلم او رو نکشت. وقتی عبیدالله رفت، هانی از او سوال کرد که چرا نکشتی او رو؟ مسلم به این روایت استناد میکنه، میگه الاسلام و قید الفتح، هرچند هانی بهش میگه اگر کشته بودی کافری رو کشته بودی نه یک مسلمانی رو. در اینجا یک تعبیر دیگر میشه به کار بود از همین جمله هانی، با آن اینکه اگر کافر بود مشکلی نبود با کشتن، مسلمان رو نمیشود با فتح کشت، اما ما معنی موسعش رو میگیریم، یعنی میگیم فرضاً بر اینه که کافری که شما پناه دادید نمیشه کشت، چون اون عبیدالله بن زیاد آمده بود به عیادت هانی، خبر داده بود که من میخوام بیام به عیادتت، اونم گفت تشریف بیارید. اما کلمه دیگری که به کار میره بحث اغتیاله. در مورد این موضوع توضیح بدم، فتح سابقه ای داره در کتب روایی. شما اگر کتاب همان امام بخاری اهل سنت رو باز کنی، یک بابی داره به نام باب الفتح به اهل الحرب، و در اونجا روایت میاره، روایت های متعددی از کشتن کسانی که با پیامبر اسلام مخالف بودن، مثل سلام ابن ابی الحقیق، کعب ابن اشرف، افراد دیگری که در تاریخ آمده مثل اسماء بنت مروان، ابو الفک و خیلی های دیگر که حالا محل بحث ما اینجا نیست. دوستان میتونن به کتاب مغازی واقعی مراجعه بکنن و ببینن چطور پیامبر اسلام تروریست های مثل عبدالله ابن انیس، مصعب ابن عمیر، محمد ابن مسلمه، ابو نائله، اینا رو فرستاد که برید این افراد رو ترور بکنن. به جنبه های از اون اشاره خواهیم که البته، اما شرح مفصلش در کتاب های تاریخی آمد. بحث ما امروز بیشتر مبنایی است، یعنی میخوایم نگاه کنیم ببینیم این کلمات چه معنی دارن و در کجاها مصداق پیدا میکنن. بنابراین فتح برای مشرکانه، کسانی که حالا به نوعی دشمنانه، حالا بگیم مشرک به معنای دشمنان عقیدتی است، اما کسانی که به اونا پناه ندادیم. ایده هم میگن نخیر، به عنوان کسانی که مسلمان نباشن، چون ما این تعبیر رو در مسئله اغتیال داریم. اغتیال نوعی غافل کشی است که در اون بحث پناه دادن منتفی است، یعنی کسی است مخالف عقیده شما، شما افراد رو میفرستید که او رو بکشه، اما قبلا به او پناه ندادید، امان ندادید، نگفتید بیاید پیش من میخوام با شما صحبت بکنم. داستانش هم در کتاب‌های روایی شیعه هم آمده، مثلا فارس بن حاتم قزوینی یکی از کسانی بود که با امامان شیعه مشکل پیدا کرد، با امام دهم شیعه، نهم شیعه و دهم شیعه. امام شیعه ابن جنید رو میفرسته میگه برو اینو بکشش. بعد روایتی میاره که اتفاقا همین مسئله رو میاره، میگه الاسلام و قید الفتح یا الایمان و قید الفتح، بعد در انتها میگه علیکم به اختیار، میگه اسلام فتح رو مقید کرده، بر شما باشه که از طریق اختیار یعنی غافل کشی اقدام کنید. که بعد ما دیدیم ابن جنید میره و فارس ابن حاتم رو با تبر میکشه به دستور امام شیعه. از واژه دیگر اختیار که به معنای غافل کشی است، مخالفان عقیدتی مثلا شخص خاصی توسط پیروان او به شکل غافلکشی از بین میرن، که بسیاری از این ترورها تو این وضعیت رخ میده. واژه دیگری که باز کمک میکنه به ما برای فهم مسئله در دوران مدرن رخ داده، یعنی جایی که گروه های سیاسی شیعه دیگه از این واژگان استفاده نمیکنن، بلکه سعی دارن در درون اون گفتمان تروریستی خودشون یه واژه های جدید ایجاد بکنن، از جمله اونها اعدام انقلابی است. یعنی قدیم مثلا یک ارتشبودی بود، سپهبودی بود، مستشاری بود، یه چیزی بود در دوران رژیم پهلوی،
این تندروهای اسلامی میخواستن اون رو بکشن، نمیگفتن ما میریم فتک میکنیم، چون مردم نمیفهمیدن که معنی فتک چیه، نمیریم اقتیال بکنیم، بلکه میگفتن اعدام انقلابی. یعنی ما که نیروهای انقلابی هستیم، خب دادگاهی که نداریم، میریم تو خیابون کسی رو میکشیم، حالا مستشار یا جز عوامل رژیمه، میگیم اعدام انقلابی کردیم. پس یک واژه دیگر هم وارد فضای گفتمان تروریستی این گروه های اسلامی شد، اون اعدام انقلابی. کسروی ها و دیگران و خیلی دیگر در درون همین نام می گنجند برای این افراد. واژه دیگری که باز اهمیت پیدا میکنه، به خصوص بعد از مسائل فلسطین و این گروه هایی که شما دیدید که میرن بمب خودشون میبندن یا حالا وارد فضایی میشن با اسلحه تیراندازی میکنند و هم خودشون میمیرن همونا رو، عملیات استشهادی است، شهادت طلبانه. این هم وارد فضای گفتمانیشون شد. یعنی جدای از اون بحث ترور که عرض کردیم، از ارهاب و روب گرفته تا فتک و اختیار، اعدام انقلابی و عملیات استشهادی هم وارد فضای گفتمانی نشد. اما همه اینها یک نتیجه و خروجی داره و آن کشتن افراد مخالف هست، حالا با عناوین خاص که عرض خواهم کرد، برای یک هدف سازماندهی شده، برای یک هدف سیستماتیک که بخوان پیامی رو ارسال بکنن که اگر شما بخواید با ما مخالفت بکنی یا حرفای ما رو گوش ندی، نسبت به مواضع خودتون عقب نشینی نکنید، ما این کارا رو انجام خواهیم داد. انگیزه هاشون چیست؟ چرا دست به این کارها میزنن؟ خب یک گروهی که سازمان یافته است، تشکیلاتیه، بنابراین یک هدف این کارو میکنه، برای یه انگیزه این کارو میکنه. یکیشو که عرض کردم، عقب نشینی از مواضع. یعنی من میرم در برابر یک رژیمی که میخواد مدرن باشه، ابزار مدرن بیاره، حالا مدرنیزاسیون انجام بده، در واقع صنعت بیاره، دانشگاه بیاره، گروه های مختلف، احزاب، هر گروه بیاره، ولی من احساس میکنم که اینها پایه های عقیدتی من رو سست میکنه، بنابراین میرم در دانشگاه بمب میذارم، دانشجویان رو میکشم، نویسندگانی که نگاه غربی دارن پایه های عقیدتی من رو سست میکنه، از بین میبره، هنرمندان رو به بهانه های حالا پوشش گرفته و چیزهای دیگر میکشنشون تا اونها از مواضع خودشون عقب نشینی کنن. یعنی نویسندهی که مطلب در نقد اسلام مینویسه دیگه ننویسه. دولتی که میخواد بره مثلا با جهان دیگری که ارزش های من رو به رسمیت نمیشناسه قرارداد ببنده، دیگه منصرف میشه. یا معذرت، کارخونه های زیادی در زمان رژیم گذشته یا دولت های گذشته وجود داشت که با شرکت های خارجی میبستن. این گروه ها برای اینکه شرکت های خارجی رو مثلا منصرف کنن، میرن تو لوله های نفت یا گاز یا هر کجا خرابکاری میکنن. دیدید دیگه، این اخبار پر است از این داستان ها که لوله مثلا یک شرکتی نفتی رو منفجرش میکنه که اون شرکت از بستن قرارداد منصرف بشه، بگه نمیارزه که من وارد این فضا بشم. نکته دیگر که اهمیت داره بحث عملگرایی است. یعنی جایی که یک مؤمن مسلمان یا معتقد به یک ایدئولوژی وقتی فرمانی رو از رهبرش میگیره، میخواد نشون بده که آدم عملگرایی است، آدم مؤمنی است، آدم مخلصی است، بنابراین میره اون کار رو بکنه. یعنی وقتی خمینی فتوا و حکم قتل سلمان رشدی رو میده، عده‌ای سعی میکنن برن و اون کار رو انجام بدن. چرا؟ چون احساس میکنن که سلمان رشدی با نوشتن یک رمان اساس دیانتشون رو به نقد کشیده، بنابراین بریم اون رو بکشیم. یک فتوایی رو یک مرجع تقلید داده، بریم اون کار رو انجام بدیم. حالا من اینجا یه توضیحی بدم، یه تفاوتی بین فتوا و حکم هست، هرچند تفاوتهای دیگری هم داره، اما عمدش در این بحثی که من میخوام عرض کنم ایناست که از نظر فقهی متفاوته. فتوا یک فرمان عامه، یعنی مثلا شخصی در مورد یک پدیده، مثلا ارتداد،
دیدید دیگه در درون جامعه اسلامی یک فتواهایی وجود داره که مرتد باید کشته بشه. ساب به نبی یعنی کسی که به پیامبر اسلام یا حالا ائمه دشنام میده باید کشته بشه. این عامه، هیچ مصداقی تعیین نشد. اما یه زمانی شما شک دارید، میگید آیا آقای الف مشمول این ساب به نبی میشه یا نه؟ یعنی آیا او ساب به نبی کرده که ما بگیم او ساب به نبی بوده؟ او از دین بیرون آمده که ما بگیم مرتد بوده؟ خب ممکنه ما شک داشته باشیم. بنابراین به شکل موردی اینها رو به یه فقیه ارجاع میدیم. اون فقیه نگاه میکنه، خب یه فتوا از قبل وجود داره، حالا برخی از اینا حکمه دیگه، از پیامبر اسلام آمده چون مرجع بالاترن. این روحانی یا فقیه این رو تطبیق میده، میگه بله این آقا مشمول این حکم، در واقع مشمول فتواست و حکم میده به کشتنش. پس فتوا یک امری عامه، اما حکم در مورد یک شخص خاص که آیا انطباق پیدا میکنه با اون فتوا یا نه. حالا چرا از این عرض کردم؟ اگر شما خاطرات اون آیه سعید امامی یا اسلامی رو که در قطعات زنجیره‌ای نقش داشت بخوانید، میبینید اونا اشاره میکردن که مثلا ما نسبت به این نویسنده یا این شخص، حالا هر کسی بوده، فتوا میگرفتیم. یعنی میرفتیم پیش یک آخوندی، به ما میگفتش که حالا مرجع تقلید آیت الله خوشوقت یا هر کسی دیگر، ایشون به ما میگفت که آیا این آقای فروهر مثلا باید کشته بشود یا نه. یعنی گزارشی تهیه میکردن میبردن میگفتن ایشون یا همسرشون یا هر کسی دیگری، اینا فرزن به امامان یا پیامبر همچین حرفی نسبت دادن، اسمت اینها رو زیر سوال بردن، آیا اینا واجب القتلن؟ و اون آیت الله میگفت بله، منو به حکم میگرفتن که آقای الف یا خانوم ب با اون فتوای کلی تطبیق میکنه وضع و حالش، بنابراین میرفتن و اون رو میکشتن. بسیار مهمه که این پدیده رو درک کنیم که حتی همون عوامل اطلاعاتی که شما میبینید خودسر این کار رو نمی کنن. یعنی آنقدر پایه عقیدتیشون قویه که ابتدا میرن از یک مرجع تقلید کسب تکلیف میکنن که ما سلیمانی رو بکشیم یا نکشیم. اوست که میگه بله برو بکشش. فتوای عام وجود داره یا آیه قرآنی وجود داره یا روایت وجود داره، او سلیمانی رو تطبیق میده با اون روایت، میگه برو بکشش. پس فکر نکنی چهار نفر بلند شدن در وزارت اطلاعات اومدن و یه حرکتی انجام دادن، نه، چون چیزی نشده نیست. ممکنه موردی رخ بده چون ما روایت هایی رو هم داریم که حکم عام صادر کرد که ما در جلسات بعد میخونیم اونها رو، که امامان شیعه اشاره میکنن اگر دیدید کسی به پیامبر اسلام دشنام میده او رو بکشید. به هر کسی که میشنوه و توان کشتن اون شخص رو داره این کار باید انجام بشه، نیاز به حکم هم نداره که مثلا شما برید از امام اجازه بگیرید، نه. اگر دیگه روشن شد موضوع شما میتونید کار رو انجام. اتفاقا یکی از کسانی که همین کار رو میکرد مجتبی نواب صفوی بود، رهبر اون فدایان اسلام. این آقا از فقها هیچ گونه کسب تکلیف نمیکرد. به این آقا ایراد گرفتن اون بزرگان حوزه که آقای مجتبی نواب صفوی شما که مرجع تقلید نیستید. بله درسته، اگر کسی سب به نبی کرده باید کشته بشه، اگر کسی مرتده باید کشته بشه، اما تو چطور تشخیص میدی؟ من اینا رو بعدا میارم میخونیم چون نکات جالبی داره برای روشن شدن داستان. ایشون علاوه بر این که به همین روایت ها استناد میکرد که از امام باقر و امام جعفر داریم، که اگر شما شنیدید کسی سب به نبی میکنه یا به ضروریات دین توهین میکنه رو بکشید، که کسروی این کارا رو میکرد از منظر اونا. بنابراین من نیاز به فتوا و حکم ندارم از کسی. یک فتوای عام می صادر شده از ائمه معصومی، من میرم انجام میدم.
البته اون دستبندی هم میکنه که در واقع دین ناموس ماست، از جان و مال ما هم مهمتره. همونطور که ما جان و مال خودمون رو حفظ میکنیم، دینمون رو هم باید حفظ کنیم. چون میدونید دین مدعی است برای حفظ 5 چیز آمده: جان، مال، عقل، نسل و دین. یعنی میگن چرا شرب خمر حرام است؟ میگه برای حفظ عقل، چون عقلت زایع میشه. میگه چرا اجازه نمیدید همجنسگرایان باشن؟ میگه خب همجنسگرایی اگر رشد پیدا بکنه باعث زوال نسل میشه. ندای آخونداست. دین هم همینه. حکم ارتداد برای چه آمده؟ برای اینکه اگر هر کسی آزاد باشه از دین خارج بشه، بعد از مدتی دیگه بیدینان بیشتر میشن، دیگه از دایره اسلام خارج شدگان بیشتر میشن. ارتداد یک وضعیتی داره که باعث میشه مردم این ریسک رو نپذیرن. حتی دیدید خیلی از دین خارج شده هستن از نظر فکری، اما جرأت ابراز اون رو ندارن. آقای قرائتی نام، محسن قرائتی، یکی از سوال کرده بود تو یکی از این درس هایی که میداد در تلویزیون جمهوری اسلامی هم بود، گفت اگر کسی از دین اسلام خارج بشه باید اون رو کش؟ گفت اگر اون رو بیان بکنه بله. یعنی اگر خارج شدی نگو که من خارج شدم. دلیل بر چیست؟ دلیل بر اینه که وقتی شما از دین خارج بشید و شهامت ابراز اون رو داشته باشید، برای دیگران هم یک الهام و الگو میشه که خب فلان فیلسوف، فلان اندیشمند، فلان عالم خارج شد، پس ما هم میتونیم جای بگیریم. یکی از کمربندهای حفاظتی ادیان ساختن واژگان و مجازات هایی است که راه برون رفت رو دشوار بکنه. به همین دلیل اون داستان عبید زاکانی معروفه که کسی خواست مسلمان بشه، بهش گفتن که آقا خوب فکراتو کردی؟ گفت بله. گفت میدونی که وقتی وارد میشی اون آلت تناسلیتو میبرن، اگر بخوای خارج بشی گردنتو میزن. ورود و خروجش اینطوری، در واقع مکانیزم کنترله. بسیار از علمای شیعه و اهل تسنن گفتن اگر ارتداد نبود خیلی از دین بیرون میرفتن، یعنی مجازات مرتد. در واقع شما با جرم انگاری، گناه انگاری و مجازات قتل برای مرتد میخواید مسلمانان تو همون دایره اسلام بمونن، حتی مگه بیرون اومدن دیگه اظهار نکنن. بنابراین بسیار مهمه که ما این ریشه هاشو بشناسیم، فهم کنیم وقتی مشتبه نواب صفوی قتل انجام میده رو چه اصولی داره انجام میده، وقتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میره فتوا میگیره، حکم میگیره، دستور میگیره از مراجع تقلید برای یک نویسنده‌ای رو بکشه به دنبال چیست. پس دومین هدف یا اون انگیزه‌ای که برای تروریست ها وجود داره عملگرایی است. یک مؤمنی در هر کجا بخواد اون کار رو انجام بده. فتوای خمینی در مورد سلمان رشدی، اما اصلا این فتوا هست، برخی هم که به شکل خاص استخدام می شدن، برخی هم فتوای عام داده می شد، هر کسی در هر کجا به این افراد دسترسی داره اونا رو بکشه. یه دهی هم حالا خودشون رو مؤمن می دونن، مسلمان می دونن، در راستایی که نشان بدن من مؤمنم، عملگرام و نمی پذیرم که اهانت به پیامبر من بشه، به امامان بشه، میرم اونا بکشه. سومین انگیزهی که وجود داره ترفیعه، کسب جایگاه. یعنی افرادی که احساس میکنن خب ترور کار خطرناکی است، ممکنه با مرگ روبرو بشید، اما من با این کار ترفیع میگیرم، برجسته میشم. شما را در جمهوری اسلامی نگاه بکنید چه رقابتی برای کارهای تروریستی وجود داره بین اطلاعات سپاه با اطلاعات وزارت اطلاعات. در واقع آدم ربایی میکنن، مثلا میگن این کار سربازان مثلا گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات،
سپاهی ها این کار رو میکنن، میگن کار سربازان مثلا سپاه، اطلاعات سپاه. یک رقابتی در درون جمهوری اسلامی ایجاد شده برای اینکه کدوم گروه آدمکش بهتری است، آدم دزد بهتری است، آدم ربای بهتری است. ولی در صدر اسلام هم بوده ها. حالا من میخونم اگر امروز فرصت بشه، از رقابت اوس و خزرج برای ترور مخالفان پیامبر. یعنی پیامبر اسلام جوی رو ایجاد کرده بود که اوس و خزرج برای ترور رقابت میکردن، چیزی که مثلا الان وجود داره، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برای آدمکشی، برای هر چیزی رقابت میکنن که آقای سید علی آقای خامنه‌ای خوشش بیاد. پس کسب جایگاه خیلی مهمه. این افرادی که به عنوان تروریست صادر میشن، وقتی ترور انجام میدن برمیگردن، خب میرن معاونت فلان وزارت خون، معاونت فلان سازمان بدید، چون کار کشته میشن دیگه، ترفیع میگیرن که من مثلا فلانی رو کشتم، من آقای دکتر بختیار رو کشتم، من فریدون و فرخزاد رو کشتم، افتخار میکنن به تروریست بودن. همینا خواهیم رسید، چون یکی از نکات جالب که ایدئولوژی به اونا میده پاداش. حالا به اینا خواهیم رسید. پس سومین مسئله ترفیع مقام، ترفیع جایگاست. حالا یا به شکل شخصی، یعنی من مثلا لبنانی آمدم به فتوای خمینی کسی رو ترور کردم، مثلا انیس نقاش یا هر کسی دیگه، حالا میام در تلویزیون جمهوری اسلامی میشم کارشناس، حالا میام در درون وزارت اطلاعات مثلا جایگاهی میگیرم. اکثر این اطلاعاتی هایی که شما میبینید بالا از این هم آدم کشت، محال آدم منعطف سلیم و نفس دارای وجاهت اخلاقی بتونه در وزارت اطلاعات کار بکنه، در اطلاعات سپاه کار بکنه. نه، همین آدم کشه. نمیشه در درون این دستگاه پیشرفت کرد بدون اینکه فاسد بود، بدون اینکه آدم کش بود. نشدنی است. اگر به سوابقشون نگاه بکنید، میبینید یه جایی یه زنی رو کشتن، یه جوانی رو کشتن، یه نوجوانی رو کشتن، حالا اسمشون رو عوض کردن. مثلا کربلای محمد بوده، کرده پزشکیان، اکثرا هم چند اسمه هستن، یه شناسنامه جدید میگیرن، میان مدارج ترقیه جدید. اما سوابقشون نشون میده که تمام اینها در فساد و جنایت دست. پس کسب مقام و ترفیع یکی از اونست. دیگر انگیزه، انگیزه مالی است. یعنی جایی که شما جایزه تعیین میکنید، دیدید کم هم نیستن بنیادهای مختلفی که اعلام میکنن کسی که سلمان رشدی رو بکشه ما هم یه پولی بهش میدیم. یا اخیرا دیدید مسائلی که مطرح میشه که جمهوری اسلامی به ایده‌ای وعده میده، حالا مواد مخدر گرفته تا چیزهای دیگر، این کارتل هایی که هستن، که ما یک پولی به شما میدیم شما رو آدم بکش. خیلی ها به خاطر انگیزه های مالی وارد این فضا میشن که برن و برای جمهوری اسلامی آدم بکشن. معمولا هم جمهوری اسلامی چون نمیخواد ردی از او باقی بمونه، با یکی دو واسطه ارتباطاتی رو از طریق سفارتاش با قاچاقچیان مواد مخدر که برای جنایت آدمکشی حد یقفی هم ندارن، از اون طرف هم اگه بگیرنشون میگن خب این سوابقشون کاملا معلومه، عضو گروه مثلا فلان قاچاقچیان مواد مخدر بوده یا قاچاقچیان انسان بوده یا جزء فلان گروه آدمکشیه، سوابقش هم معلومه، نیازی جستجو بکنه. و در واقع جمهوری اسلامی میخواد به این طریق ردی از خودش به جا نذاره. پس بخش دیگر انگیزه های مالی، بخش دیگر عفو و بخششه. شما دیدید یه سری از این آدمکشایی که جمهوری اسلامی استخدام کرده قبلا مشکلاتی داشتن با رژیم جمهوری اسلامی، یا با گروه های دیگر مشکلی داشتن، یا بعضی از بستگانشون رو گرفتن یا خودشون رو گرفتن. جمهوری اسلامی میگه من تو رو آزادت میکنم، هیچ ایرادی نداره، اما فلانی رو برای من بکش. فلانی تو فلان کشور هست، توسط اون گروه هایی که داری بیرونه بدزدش بیارش برم.
بعضیشون هم دیدید برگشتن تو ایران هم هستن. یه آقایی بود فامیل شریفی زندشتی و اینا که اگه تو اخبار شما اسامی اینا رو میشنوید، تو خارج از کشور آدم میکشن. جمهوری اسلامی به اونها امنیت میده، یا در درون رژیم مشکلاتی رو دارن، رژیم اونها رو میبخشه، میگه اشکال نداره، فقط این کاری که من میخوام رو برای من انجام بده. تو اینا شبکه سازی کردن از قبل، از شبکه سازی های مخالفانشون استفاده میکنن، آدم کشان، قاچاقچیان، هر گروهی که هست جمهوری اسلامی استفاده میکنه. اما همه این کارهایی که من عرض کردم جدای از اون ایدئولوژی نیست که پیشتر در موردش سخن گفتیم. یعنی ما 7-8 برنامه تهیه کردیم که نشان بدیم چطور میشه رفتار جمهوری اسلامی رو فهمید. خب تا اینجا تعریف از ترور دادیم، کلمات مترادف ترور رو هم ذکر کردیم، ویژگیاش رو شمردیم، انگیزه ای که افراد به واسطه اون دست به ترور میزنن هم ذکر کردیم. اما اونو چطور آدم میکشن؟ چطور در این راستا فعالیت میکنن؟ در قالب چه مرامنامه ای، چه اصولی، چه ایدئولوژی کار میکنن؟ مثلا ایدئولوژی چی کار میکنه براشون؟ ایدئولوژی اولین کاری که میکنه برچسب زنی است، تهیه عنوانه. مثلا محارب، مفسد فی الارض، منافق، باغی یا بغی، اهل بغی، باغی، مرتد، اینا کجا آمده؟ اینا در درون اون ایدئولوژی معنا داره. یعنی جایی که شما کلماتی مثل محارب رو میفهمید، منافق رو میفهمی، شما در لیبرالیسم منافق نداری اما در اسلام داری. در آیات متعددی در قرآن وجود داره کسانی که به ظاهر مسلمانن اما نه تمام و کمال و مخلص. شما مرتد داری، هرچند ارتداد در میان ادیان دیگر هم بوده، دست اسلام نیست، اما اسلام دیده کارایی داره اون رو استخدام کرد. یعنی کسی که معتقد به اسلام بوده حالا اومده بیرون میگه نه من دیگه اسلام قبول ندارم. من دستبندی هم داره، مرتد ملی، مرتد فطری، واردش نمیخواد بشیم. مفسد فعل ارز. پس ایدئولوژی اولین کاری که میکنه اینی که برچسب شما رو معلوم میکنه، به شما نشون میده که این واژگان وجود دارن. دومی کاری که میکنه هدف یا سیب رو معلوم میکنه. یعنی چی هدف یا سیب رو؟ مثلا نویسنده، شاعر، هنرمند، کسی که عقیده شما رو زیر سوال ببره میشه محارم، میشه مفسد. پس هدف مشخص میشه. اگر هنرمند این کار رو میکنه، اگر نویسنده این کار رو میکنه، اینا دیگه اون برچسبه روشون سوار میشه. پس عنوان ساخته شده، انسانی هم که اون عمل رو انجام میده این عنوان بر اون بار میشه. خب کار سومی که ایدئولوژی انجام میده چیه؟ ابزار و روش و راه رو نشون میده. یعنی میگه این نویسنده است، محاربه، باید کشته بشه. چگونه کشته بشه؟ قطع دست و پا، ترور، زندان، شکنجه. یعنی ابزارها، روشها و همه چیز رو مشخص می‌کنند. پس بنابراین ایدئولوژی است که در درون اون وقتی کسی میره فتوایی میگیره نشان میده که این خانم یا این آقایی که باید کشته بشه محاربه یا منافقه، که هر کدوم خب مجازات های مختلفی ده، یا چگونگی برخورد با اون تبعین میشه. پس اگر میبینید عناوینی بیرون آمد و بر کسی منطبق شد، این عناوین ساخته آخوند نیست. آخوند فقط کار تطبیقش رو انجام ده. یعنی صاحب به نبی ساخته آخوند نیست. نگاه میکنن کسی تو صفحات اجتماعیش اومده و
گفته که خب این آقای همچین مطلبی نوشته، یا خب او صاحب نبیه، یعنی سب کننده پیامبر، پس بریم بکشیمش. حالا ابزارها و روشهاشون رو هم خودشون انتخاب میکنه. در کنار این وعده پاداش هم هست، یعنی ایدئولوژی به شما وعده پاداش میده. و اینم برمیگرده به صدر اسلام، زمانی که تروریستی می آمد به نزد محمد، مثلا عبدالله ابن انیس یک نمونه، یکی از تروریست های شاخص صدر اسلام، پس ایشان کارش تمام می شد به نزد رسول تشریف می آورد، ایشون یه عصایی به او می داد، یه چوبی به او می داد، این چوب همراهت باشه. در بهشت کسانی که با چوب قدم می زنن یا با اون عصا قدم می زنن خیلی کمن، یعنی تو جز ویژگانی در بهشت. حتی عبدالله ابن انیس زمان فوت خودش گفته بود، وصیت کرده بود که منو با این چوب دفن کنی، چون این نزد من و الله یا خدا به عنوان نشانه است که پیامبر اسلام از من راضیه. پس ایدئولوژی به شما وعده و پاداش هم میده. یعنی اگر میخواید بدونید که جمهوری اسلامی چرا به تروریست ها بها میده، پاداش میده، به خاطر اینکه اینها در درون اون تفکر اینا تئوریزه کردن. شما دیدید خمینی وقتی فتوای قتل سلمان رشدی و گروه های مختلف رو میده، یا بعضا در جمهوری اسلامی یا حتی میان اهل تسنن، فرق نمیکنه پاکستان افغانستان، در مورد روزنامه هایی که کاریکاتوری از پیامبر اسلام میکشن، وعده میدن که اگر کسی اقدام بکنه برای مثلا قتل ناشرش، قتل نویسندش، قتل اون کارتونیست، اگر کشته بشه شهید، یعنی جونتون از بین نرفته، خونتون هدر نشده، همونقدر که قدم برداشتی که اون کارتونیست رو بکشی، بری شارلی ابدو رو از بین ببری، اگر توسط پلیس هم کشته شدی، به هدفت نرسیدی، جانت از بین نرفته، خونت هدر نیست، شهیدی. اینا رو کی انجام میده؟ ایدئولوژی. بنابراین در این برنامه سعی کردیم مقدماتش رو عرض کنیم، در برنامه آینده وارد تک تک جزئیات این ترورها خواهیم شد از صدر اسلام، و نگاه میکنیم تمام این چکیده‌ای که من عرض کردم در درون اونجا مصداق پیدا میکنه. پس تروریست بودن این رژیم حاصل تفکر چهارتا آخوند نیست، در درون یک ایدئولوژی تمام اینها صورت بندی شده، پیکره بندی شده، و افراد مختلف با انگیزه های مختلف رو جذب میکنه تا دست به کارهای تروریستی بزنه. این برنامه ادامه خواهیم داد در آینده، امیدوارم نکاتی باشه که برای فهم سیاست گذاری های این رژیم تروریستی به ما کمک کنه. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، آفرین باشید.